الناقض الخامس الذي يجب الحذر منه والتحذير منه. پنجمین مورد از نواقض اسلام که برحذر بودن و برحذر داشتن از اون واجب و ضروری است. من ابغض شيئا يعني يبغض حتى ولو شيء يسير مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. عبارت است از اینکه کسی ذره ای یا چیزی از آورده های رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو مبغوض بداره یا ازش نفرت داشته باشه و بد بدونه. لابد ان نحب احکام الشریعه کامله. قطعا و ضروری است و حتما باید همه شریعت رو همه احکام رو دوست داشته باشیم. نعم حتی ولو عمل به یعنی هو يبغض الصلاة ويصلي هذا جاء بناقض من نواقض الإسلام ما يمكن أن يبغض أحكام الشريعة حتى اگر کسی به احکام شریعت عمل بکنه ولی ازش نفرت داشته باشه نماز بخونه و روزه بگیره اما نسبت به نماز و روزه نفرت داشته باشه این جزء نواقض اسلام هست چطور میشه کسی اسلام رو شریعت رو ادعای دوستیش رو بکنه اما احکامش رو ازش متنفر باشه تحب الله؟ الله رو دوست داری؟ نعم بله اذا كنت تحب الله لابد ان تحب كل ما امر الله سبحانه وتعالى به لذا اگر ادعای محبت الله رو داری باید همه دستورات الله رو هم دوست داشته باشی نعم مرأة مثلا مثالی ذکر بکنیم یک خانم تبغض التعدد از تعدد و چند همسری شوهرش نفرت داره بدش میاد هل تکفر؟ آیا این کفر شمرده میشه؟ لا طبعا این کفر شمرده نمیشه لماذا؟ چرا؟ لأنها لم تنکر الحکم الشرعی زیرا او حکم شریعت رو انکار نکرده لكن هذا من طبیعت المرأة و انها تحب الزوج لهذا هي لا تريد من زوجها ان يتعدد عليها چون او شریعت رو و این حکم شرعی رو بد ندونسته و ازش متنفر نیست اما به خاطر محبتی که به شوهرش داره دوست نداره که شوهرش سرش زن بیاره و چند همسری و تعدد رو اختیار بکنه اذن بهذا نعلم ان الخلل ليس في هذا الكتاب الخلل في من يطبق هذا الكتاب تطبيق خاطئ يطبق على هوا لذا اینجاست که در میابیم که در کتاب الله تعالی و حکم الله تعالی خللی نیست بلکه نقص و خلل در کسی است که حکم الهی رو میخواد به اجرا در بیاره و در این حال روی کردش پیروی از میل نفسانی او و تصورات خود او هست نعم هو یکفر فلان من الناس بدین شکل که شخص مشخصی از مردم رو تکفیر میکنه و اذا لم توافق هذا فی تکفیر هذا يقول انت ايضا كافر و اگر با تکفیر و روی کرده تکفیری که داره با او موافقت نکنی تو رو هم تکفیر میکنه نحن لا نتجرع على تکفیر احد حتى نرجع الى العلماء كفر العلماء كفر توقفنا ما يمكن ان نتعدى لذا باید دقت بکنیم که در تکفیر دیگران جسارت و گستاخی نداشته باشیم بلکه در این موضوع به علما مراجعه میکنیم و از تکفیر و جسارت و گستاخی در این زمینه میپرهیزیم والله اعلم